بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله بشر وقتی که زندگیشو آغاز کرد اولین کاری که شد با گسترش جامعه بشری و رشد خب چکار میکردیم؟ می اومدیم آقا کنار یه رودخونه اطراق میکردیم ما می شدیم یه قبیله بعد همسایمون میاد اونور یه قبیله اونا میبود بعد همین جور دنیا بود حرکت قبایل قبایل هر قبیله می اومد یک چارچوبه یک جایی رو محدد می کرد که آقا این چراگاه منه این زندگی منه این مال من کسی حق نداره که وارد محدوده ای من بشه اگر کسی میخواست چراگاهاشو گسترش بده وارد چراگاه کسی دیگه میشد یه دعوایی رو میانداختن و قتل و غارت و فلان قبیله بزرگ تلاش می کرد که گسترش پیدا بکنه قبایل کوچیک تلاش میکردن که داخل قبایل بزرگ جا پیدا بکنند و جهان به این صورت رفت تا رسیدیم به عصر امپراتوری ها عصر امپراتوری ها این بود که آقا ما هستیم امپراتور روم ما هستیم امپراتور فارس حالا که امپراتور فارس یعنی چی یعنی ما چون که فارسیم بر همه حکومت میکنیم حالا شما یکی که در زیر این دولت ما هستید دولت به این صورت گسترش میکرد آقا بزن بکش برو جلو تا هر کسی زیر پرچم شما اومد اونایی که زیر پرچم شما می اومدن برده شما دیگه چون که ما فارسیم ما باید بر همه حکومت بکنیم آقا شما چه هستید؟ ما زیر سلطه فارسیان هستیم یعنی یک کردی مثلا یک قبیله بزرگ هست فلان هست یک بلوشی یک نمیدونم ترکی یک عربی یا فلانی چون که زیر پرچم و قدرت امپراتوری فارس بود طبعا تابع مطلق اونها بود هر قانونی که اونها میگذاشتن حقشون بود چرا چون امپراتوری مال اوناست من چه بودم من مجرد یک برده یک کشی این یک رمندی رو به پیش برد تا اینی که اسلام اومد اسلام اومد این امپراتوری ها رو در هم شکست یک شیوه نوین دولت مداری رو آورد به نام امت الان ما شدیم امت حاکم یک ملت نیست فارس بر هیچ کسی دیگه برتری نداره رومی بر هیچ کسی دیگه برتری نداره من مسلمونی که اومدم توی میدون عرب هستم من بر هیچ کسی برتری ندارم لا فضل عربی علی عجمی هیچ عربی بر عجمی برتری نداره هیچ سرخی بر سیاهی. نه زبانیت حذف شد نژادیت حذف شد قبیله گرایی حذف شد رنگ و شکل حذف شد حاکم شد کی الله الان حکومت حکومت معیاریست حکومت حکومت ارزش هست ما تشکلی پیدا کردیم به نام امت و این امت سیستم سیاسی رو اجرا کرد به نام خلافت خب در این خلافت این قسمت های آفریقا در بر گرفته شد این آسیا کلا در بر گرفته شد تا اینجا اینا همش از اینجا شما نگاه کنید از اندونزی و مالزی و فلان و بیای به هندوستان بیای برسی به ترکستان شرقی برسی این قزاقستان و فلان اینا تا 14 کشور اروپایی و بعد برگردی بیای به ایشترین قسمت آفریقا این همه شد دولت اسلام زیر خلافت اسلام خب این خلافت جزرومت های خاص خودش رو داشت خلافت وقتی پایتختش در بغداد بود زمانی در دمشق شد و زمانی هم در استانبول بعد از جنگ های اول و دوم جهانی و تکه پاره شدن کشورهای اسلامی و از بین رفتن این مفهوم خلافت اون چیزی که اقبال ازش یاد میکنه به نام بیپدر شدن مسلمون ها مسلمون ها شدن و می گفت که آه سوز... یا دردهای سینه ما کمتر از یعقوب نیست او پسر گم کرده بود و ما پدر این مرحله بی شدن مسلمون ها در این مرحله اومدند غربی ها با همون عقل خودشون اگر دنیای غرب رو نگاه کنید ببینید همش اون کشورکای کوچولو 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 کوچلو هستن چرا چون اینا هنوز همون عقلیت قبایلی رو دارن یعنی آقا ما یه قبیله هستیم قبیله تاتارهای حکومتی داشته باشیم قبیله گرجی حکومتی داشته باشیم قبیله نمیدونم فلان یک حکومتی داشته باشیم حکومت هایشون بر این معیار هست و داشتن همدیگه رو میخوردن داشتن دیگه چه قتل و غارت هایی که نکردن یعنی جنگ هایی که شد ببین جنگ های اینجا صورت میگرفت یعنی این قسمت مرحله جنگ های جهانی بود ربطی به جهان نداره این همه جهان هست اینا دو جنگ نبودن که اینا به جون هم میخوردن اما خودشون رو جهان ترقی میکنن بقیه دیگه بردن بقیه هیچ هم. در این جنگ ها چه قتل و غارت هایی که شد یعنی بیش از صد و اندی میلیون انسان کشته شد غیر از ویرانی و همه وحشیگری که دارن یعنی این ملت ها عموما حسشون حس وحشیگری است چون فاقد ارزش ها در یک حالت سردرگمی زندگی میکنن اینا تونستن با هم جمع بشن و تا الان جمع شدن یعنی درسته که اینا تیک 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 هستن چیکار کردن مرزها رو از بینشون برداشتن چرا چون فهمیدن که قوت در کثرت قوت در اینه که شما با هم باشید الان درست ما الان اتحادیه اروپا داریم که آقا مرز نداریم آقا هر کسی میتونه تو هر کشوری سفر کنه هیچ مشکلی نداره همه یکی هست با این ترفند تونستن قدرت به دست بیارن اون وقت چیکار کردن اون وقت اومدن این کشورها که ما رو کشورک کشورک درست کردن در واقع شرک درست نکردن در واقع کمپ ها یا اردوگاه های نظامی درست کردن و بر هر اردوگاهی اومدن به صورت ارتشی درست کردن که این ارتش مانع بشه که کسی از این اردوگاه نظامی فرار کنه بیا توی این اردوگاه یا بیا تو این اردوگاه بیا توی یک اردوگاه دیگه بره شما الان مثلا بیاین در این منطقه رو مثال بزنیم همه مرزها این مثال یه مثال میزنیم تطبیقش بده بر همه مرزها مثلا این آقایی که اینجا زندگی میکنه آقا اسمش کرد هست این کرد برادر پسر خالوش در این وره که اردوگاه عراق هست پسر امهش در این وره که اردوگاه ترکیه هست یک پسر خالوی داره اینجا که اردوگاه سوریه هست این آقا در بدر شده تقسیم شده بین یک دو سه چهار کشور الان این آقا میخواد از این طرف بیاد از مثلا شهر پاوه بره به سلیمانیه عراق باید از شخصی که تو تهران نشسته اجازه بگیره که بابا ما میخوام برم به سرمون رو ببینم اجازه میدید میگن آره از نظر ما اشکال نداره یه پاسپورت بهش میدن این قیه عالم پول هم ازش میگیرن بعد میاد خواهش میکنه از اینی که تو بغداد نشسته که آقا من میخوام برم پسر خانم رو ببینم توی سلیمانیه اجازه میدید یا غلط میکنی میری نه آقا اجازه نداره خلاص دیگه اجازه نداره خب آقا حالا که نشد برم پیش پسر خانم برم پیش پسر عمم تو ترکیه از آنکارا اجازه میگیره آقا یه تو که پا میخوام یک سری به خانم بزنم پسر خانم بزنم اجازه هست اونا نگاه میکنم میگه برو پردا بیا نگاه میکنه آقا چه ال ال وزنش چقدره بیاد این ور چقدر میخوره چی میپوشه چی کار میکنه فلان میکنه بعد میگیم آقا خب بعد آخر میخواد ببیندش خب چی میشه مگه آقا میتونی بیایی اما یه ما روز فقط میتونی این آقا دیگه بود بود و برو به سرخانم ببینم باقا دیدم دیگه من باید برم اگر سه روز شد چهار روز دیگه او بیا جمعش کن چه بلاهایی که سرش بیارن چه جریمه هایی که بکنن یک خانواده واحد رو چی کردن این همین حکایت روی ترکمن هاست همین حکایت روی آذری هاست همین حکایت روی منطقه خراسانی هاست همین حکایت حکایت بلوچ هاست حکایت عربای های احوازه حکایت جنوبی های بندر همه اینا پس این لباسی که به تن ما کردند لباس دولتی نمیخواد به تن ما نمیاد این لباس لباسی چی هست؟ یه لباس یک پوست قربوشیه به زور به تن یه فیلش کردن که پاره شده اما چسبوندنش این لباس مشکل داره آقا این کشور اسمش چیه؟ اسمش ترکیه است یعنی کشور ترکا خب من کرد اینجا چی کارم؟ برق چگاندر من لاز چیم؟ من فلان چیم؟ آقا این کشورش کشور چیه؟ ایران هست ایران مال کیه؟ ایران بقایای امپراتوری فارسه خب پس مال فارس هست. من کرد چرا حکومت نداشته باشه؟ من ترک، من عرب، من فارس، من بلوش، من فلان، من الان این حکایت ترکیه و ایران نیست همین حکایت تو عراق تو سوریه است و فلان تو فلان تو همه این کشورها خب پس این لباس به تن ما نمیاد زیبنده ما نیست خب نتیجه این چی میشه نتیجه این این شده که الان هر یکی از این قومیت ها بگن آقا ترکا حکومت دارن من کرد چرا نداشته باشم من بلوی چرا نداشته باشم همه یک چیزی دارن خب تنش همیشه وجود داره الان میایم اینجا یک کرد رو میزنیم استاندار مثلا کردستان این کرده یا وحشی ظلم میکنه فلان میکنه ما به تنگ اومدیم حالا که به تنگ اومدیم چی میگیم خاک به سرشون همین جنایت که اینو گذاشتن استاندار ما الان اومدن این کرده رو برداشتیم آوردیم یک اسفهانی گذاشتیم استاندار کردستان خوب باشه یا نباشه برای تنش پنجداست آقا مگه ما آدم نداشتیم که یک اصفهانی رو بیارن رو سر ما کنن این تنش همیشه وجود داره این سیستم سیستم استعماری است سیستمی است که همیشه ما رو در تنش قرار میده همیشه ما برده نمیتونیم از این رها بشیم و همه این حرکت قومی رو هم که نگاه بکنی میبینی که پشت سرش که هستن پشت سر یا افرادی هستن که میخوان پنش ایجاد بمونه یا ملت های مظلوم بیچاره ای هستن که بهشون ظلم شده و آهشون به آسمون رسیده حالا میخوان از این آه نجات دنبال عدالت نیستن دنبال قومیتن آقا ما کردها یک حکومت داشته باشیم خب اگر داشته باشیم چی میشه مشکلاتون حل شد اگر بلوچ یک حکومت واسه خودشون داشته باشن مشکلاتون حل میشه الان کسی که در مثلا بلوچستان پاکستان حکومت میکنه بلوچ ظلم و ستم و استبداد رو ببین خب میگه آقا مرکز داره ظلم و ستم میکنه خب مرکز رو قطعش کردیم شما تنها شدیم تمام میشه نه چرا چون این لباس به ما نمیخوره شما وقتی بیایید توی بلوچستان نگاه بکنین توی همین بلوچستان بلوچش هست باز همین بلوچ ها قبایل دارن همین قبایل باز زبان های مختلف براهی داریم بلوچ داریم بعد در همین هیته جغرافیایی پشتون داریم در همین هیته جغرافیایی های داریم و ملت های دیگه داریم چرا؟ چون که ما اومتیم ما قومیت نیستیم اگه قومیت می بودیم الان شما می بینید تلاش های احمقانه برای ساختن قومیت آقا بیایید در این منطقه بلوچستان چه فرصه بکشش خواه فرصه رو کشتی بعدش چی میشه؟ اون بلوچایی که توی مرزها الان اگر در ایران رو نگاه کنیم اینجا بلوچستان هست از این مرز خراسان بیای همه بلوچستان از لباسشون هم بلوچستان فرهنگشون هم بلوچی بیای شمال میبینی که بلوچ ها پراکنده هستن بیای این و آبادان ما هم مسجد ها داریم همینطور ما امتیم ممت یعنی تمام زمین خدا ما ماست هر جا ما برادر داریم من مشکلم با یه فارس مشکلی نیست با یک کرد من مشکل ندارم با یک نه عرب مشکل ندارم با یک ترک مشکل ندارم ما هویت واحدیم دینمون یکیه عبادتمون یکیه ما با هم میریم حج تو حج هممون با همین هیچ مشکلی مشکل ما چه است فقدان پدره فقدان لباس خلافته وقتی که ما خلافتیم در سیستم خلافت چی بود در سیستم خلافت شایسته سالاری است شما مثلا بزینیم آقا خلافت مرکز خلافت اسلامی تهران از تهران یک کسی رو میفرستن یا آفریقایی رو میفرستن که بشه مثلا والی هندوستان چرا اینو میفرستن میبینن که آقا این در برای به مدیریت هندوستان بهترین انسان هست هم زبون میدونه هم فرهنگ میدونه هم نمیدونه می میدونه چطور رابطه کنه فرام یک هندوستانی رو میفرستن والی بر لیبی چرا چون که این اصلا تخصص داره توی صحرا و لیبی و فلان و الان یک نمیدونم بلوچ رو میفرستند والی چی ترکستان شرقی این اصلا برای ترکستانی ها این مسئله نیست که این بلوچ فرس ترک عرب چی این مهم نیست مهم که از شایسته سالاری است این بلوچی که فرستادند والی ترکستان شرقی این اگر شایسته سالاری داشته باشه همه دوستش دارن براشون عزیزه شایسته نباشه فورا شکایت میکنن که های خلیفه این آدمی که فرستادی شایسته نیست یه کسی دیگه بفرست و خلیفه هم نگاه میکنه بازخواستش میکنه باز... بله واقعا آدم نالایقی بود مفهوم انصوریت قومیت چونکه اینا مفاهم چون اینا مفاهیم جاهلیته چرا مفاهیم هر چیزی که شما در عدم ساختار اون دست داشته باشید و اون رو مایه برتری خودت بدونی شما جاهلی به چه معنا آقا شمایی که در پاوه به دنیا اومدین خودت انتخاب کردی که در پاوه به دنیا بیایی خودت انتخاب کردی که خدایا بار راهو به من یک پدر و مادر کردی بده خدایا بار راه رنگ من چی باشه رنگت قومیتت قبیلت نمیدونم شکل و قیافت اینها چیزهایی هست که خداوند متعال بدون مشوره تو بدون اینکه شما توش دست داشته باشی به شما داده هر وقت که من گفتم من از نه که چون که قومیت فلان دارم از دیگران برترم من جاهلم این حماقتی که تو بیایی بر برای خودت یک برتری ایجاد بکنی چون که من فارسم چون که من ترکم چون که من فلانم این حماقتی که شما یه ملتی رو تحقیر بکنی روز قیامت هم بازخواستش سخته من بگم آقای فلانی آدم بدیه یه قیبت کردم اما اگر گفتم که افغانا بدن افغانا یعنی روز قیامت 60 میلیون افغانی من گلوم میگیرن که خدایا این مرد به ما توهین کرد عزیز من 60 میلیون افغان رو دشمن خودت نکن روز قیامت صد میلیون نمیدونم صد و میلیون فارس رو نیار برای جان خودت نکن نمیدونم هشتا نوت میلیون نمیدونم ترک و کرد رو نیار برای جان خودت نکن خیلی خطرناکی ما وفق یک یارهای خاص حرکت میکنیم تنها چیزی که میتونه این معزله ما رو جمع بکنه مفهوم پدر داشتنه مفهوم خلافت هست ما الان این رو گم کردیم این هرگاه ما اومدیم در هیته جغرافیایی که برای ما تنیده شده در اون هیته حرکت کردیم و خودم رو ز... خودمون رو زندانی اون کردیم اون وقت که شما این حالتها رو میبینیم آقا ایران کسی که یک لندهوری که توی تهران نشسته با یک لندهوری که تو بغداد نشسته اینها آبشون توی جو نمیره مشکل پیدا میکنن چرا بنابرای دلائی جنگ میشه هشت سال ایران و عراق می جنگن امنترین مناطق کجاست تهران و بغداد بدترین مناطق کجاست مناطق کردهای بیچاری که اینجا هستن آقا کرده شما این ورخت با اون ورخت چه مشکل داری؟ والله ما مشکل نداریم ما پسر خاله پسر همو اما نه همین کرده رو عقلش رو می با... چی میکنه؟ بازی میکنم با عقلش میاد اسلحه میگیره میاد سر مرز که آقا من از این مرز دفاع میکنم خاک به سرت با مرز این مرز رو تو درست کردی؟ این مرز چه اعتباری داره؟ میدونی که این مرز اینجا جبهه سومار بدترین جبهه بود جبهه سومار در هشت سال بروشا رو از اینجا ورداشتن اینجا آوردن که بیایید آدم بکشه یعنی کسایی که بیشترین ضربه رو در جنگ ایران عراق کی خورد؟ کردایی که دو طرف مرز بودن عربایی که دو طرف مرز بودن فردا جنگی بشه بین ایران و پاکستان کسایی که به سلا زغال میشن بلوچ این طرف اومد بلوچای این طرف هست یعنی خیش خیش رو میکشه برادر برادر رو میکشه به خاطر چی؟ به خاطر این که آب نمیدونم اسلام به با آب تهران توی جونه هست پس این سیستم یه سیستم جاهلانه است یک سیستم استبدادی یک رومن رو تو گذاشتنش اون وقته که من و تو باید عقلمون رو به کار بگیر آقا نمیدونم چند تا افغانی بیچاره رو گشتن زغال شدن کی گشتدش؟ یه سرباز خورازانی این ورخد اینا کیا هستن؟ وقتی میره نگاه میکنه آقا من آقای نمیدونم فلان تیموری اینایی که گشته شدن تیموری یعنی از یه خانواده واحد یعنی قاتل با, با مقتول همشون از یه خانواده هن. از یه ملتن یه زبانن یه فرهنگن یک دینن یک فلانن چرا کشتی اینها به وارد مرزهای ما شدن اخ رو ببین شما بین این, این مرزها فکر نکنید مرزهای مست ها اینها مرزهای این استعمارگران هست شما میدونید که بین پاکستان و افغانستان ایران این منطقه منطقه بلوچستان است صحراهای شاسه تا چشت کار میکنه سهراست یعنی اگر مثلا روی همین مرز میبینید مرز هم ببینید آقا مستقیم نیزه مرز های توری توری هست کی توریش کرده؟ آقا اون کسی که نشسته اونجا مرز کشیده دیگه اینجوری کشیده شما ببینید در رچی اردن رو نگاه کنید اردن این شکل قیافه عجیب قریب رو داره اردن رو میگن عدسه نلسون این نمیدن وزیر خارجه چی؟ رئیس جمهور انگلستان در اون زمان می آقا می اومد چی میگرد نقشه ها رو می میگن که عدسه گرفت عدسه زد و خط اینجوری شد خودش رو زحمت نداشت پاکونی بگیره کمی راستش بکنه دیگه این شد اردن به همین صورت هم اینجوری است همه این مرزا رو ببین مرزای مسخره است معنای چیه این کشورت عمان اینجوری باشه یمن اینجوری باشه نمیدونم ایران رو ببین چه شکلی هست آقا نه مال سلسه، نه چارزلی نه هیچ الان میای روی این مرز ببینی آقا یه سنگایی کاشتن این سنگا رو اسمش ها هست میل اینا رو کی کاشته سنگایی است که بریتانیا کاشته انگلیس ها کاشتن تا امروز هر ماه یه وفد نظامی از ایران برند میشه و یه وفد نظامی از پاکستان ماهانه اینا رو چک میکنن که این میله ها از جایشون تکون نخورده باشه یعنی تصور بکن یکی ای از این سنگا رو یه پاکستانی گرفت مثلا آورد 50 متر نه 50 کیلومتر داخل ایران چی از ایران کم میشه یه چه اضافه میشه یه صحرایی هست که در اونجا مور و ملخ هم پر نمیزه یا برعکس اما نه این مرزها این این وظیفه ایرانی هاست وظیفه پاکستانی هاست وظیفه این هاست که این میله ها رو این مرز ها رو حمایت بکنند چرا؟ چون که اینها عبادت میشه این مرز ها مثل چه هست؟ مثل لات و مناته اینها باید عبادت بشه برای اینها مردم باید کشته بشن برای اینها نمیدن میاد آقا پرچمشو اینجا میکاره برای این پرچمه جون میدن اگه پرچمه رو یک کسی دیگه خارجی اومد نمیدنم تصور بکنید شما ببینید یک کسی خارجی اومد پرچم کشور شما رو آتیش زد ببین این مردم میدونن تیکی پارش میکنن همین خارجی اگر اومد قرآن رو آتیش زد میکنن آقا آزادیه پس اینجا محوریت فرق کرده محوریت بر در خلافت اسلامی حاکمیت از آن الله است. در این اردوگاه های نظامی حاکمیت از آن دولته دولت مهیت خودش رو داره پرچمی داره محیط جغرافیایی داره نمیدونم مرزی داره فلانی داره که مردم رو اینجوری مچاله کردن با عقل بازی کردن پس ما نیاز هست که این مرزها رو بشکنیم نیاز هست که برگردیم خودمون باشیم نیاز هست که در فکر بازگشت به امت واحد باشیم بازگشت به قیام خلافت باشیم پدر واحد داشته باشیم چون که خانواده واحدیم خانواده به صد تا پدر نمیشه یه پدر واحد، برادر بزرگ داریم، خواهر داریم، برادر داریم، هممون یه خانواده واحد هستیم. هویتمون یکیه، زبانمون یکیه، دینمون یکیه، همهش شما ببینه یک مصدق ما در اسلام اباد 75 ملت مسلمون، بود. 75 کشور اونجا بودن. از اروپا و آسیا و فلان و فلان توی دانشکده. هرگز احساس نکردیم که ما با هم اختلافی داریم. یه جا می یه جا می نوشیدیم، یک جا بازی می‌کردیم، یه جا نمازمون همه چون مثل یه خانواده واحد بودیم در حالی که این امکان پذیر نیست با دو هویت یعنی شما در این ترکستان اگر باشید یه برادر مسلمون یه کافر نمیتونن با هم توی ز... خونه زندگی کنند چرا هویت ها متفاوته اون چیزی که برای این خوبه برای این بده اون چیزی که این حلال میدونه این حرام میدونه اون چیزی که این زشت میدونه این خوب میدونه نظافتمون فرق میکنه همه چیزمون در حالی که امت واحد همه چیزمون یکیه میبینید هممون اصلا مفهمه این مفاهیم اصلا وجود نداره شما میبینید همین همسایه های ما اینجا یک لیبی هست زنش بلوچ یک ترکی هست زنش یک نمیدونم کردی هست زنش عربی هم همشون با هم قروقتی هست همه اونجوری همه امت اسلام خانوا... چرا چرا خانواده چرا چون خانواده واحدی از تنها راه برون رفت از این معضلاتی که هست فکر کردن بر اون تف... مفکوره بزرگی بازگشت به خود بازگشت به محوریت الله وقتی که محوریت سیستم سیاسی شد الله اون وقتی که ما موفق میشیم اون وقتی که ما از این قطی کبریت ها نجات پیدا می کنیم از این زندان ها و از این اردوگاه ها پا فراتر میگذاریم میشیم امت واحد خانواده واحد و دولت واحد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله